شبی رومانتیک در خانه ابدی زمین، تصور دنیای دیگر، دنیای ماورای هستی ما برای ادامه حیات بشریت قبل از نابودی کره زمین، تصوری است هیجان انگیز و ترسناک. آیا مکانی، ستاره‌ای و یا سیاره و یا کره‌ای وجود خواهد داشت که برای نجات بشریت جایگزین کره زمین شود؟ سفری به دنیای کائنات. سفر خود را به منظومه شمسی آغاز می کنیم. زندگی در کرات دیگر و مهاجر نشینی فضایی قرن هاست ذهن انسان و دانشمندان را به خود مشغول کرده است. اولین و نزدیکترین مکان کره ماه است. تا به امروز فضانوردان بارها به این کره سفر کردند و هنوز جاپای آرمسترانگ، اولین فضانورد که قدم به کره ماه گذاشت، سالها و قرن باقی مانده است. و اما در آن سوی منظومه شمسی، خورشید با اشعه و گرمای اعجاب انگیز خود ما را چون موجودی هیپنوتیزم شده به سوی خود می کشد. نور، گرما، عشق و زندگی ما اسیر اوست و میلیون ها سال است چون خدا هر روز به ما می نگرد و مژده روزی نو را به ما می دهد. فاصله او از زمین 150 میلیون کیلومتر است. گویی رسیدن به او با هواپیما 20 سال طول خواهد کشید. هر روز شاهد چهره آشنای او در روی زمین هستیم. اما وقتی او را از نزدیک بنگریم، به شکوه و عظمت وحشتناک و ویرانگر او بیشتر پی خواهیم برد. خورشید مجموعی است از انفجارها و طوفان‌های عظیم از گازها و مواد مذاب که در مرکز آن حرارتی در حدود 10 میلیون سانتیگراد دارد. حرارت و گرمایی که فقط حالی از آن به زمین می‌رسد. عمق لکه‌های تاریک روی سطح خورشید با گرمای غیر قابل تصور گاهی به 50,000 کیلومتر می‌رسد. اما
روزی انرژی خورشید به پایان خواهد رسید و پایان خورشید پایان کره زمین است. روزی خورشید خاموش شود، 8 دقیقه بعد ما به روی کره زمین آن را حس خواهیم کرد. بله، خورشید از سوی زندگی می دهد و از سوی دیگر به زندگی و هستی پایان می بخشد. خوشبختانه خورشید هنوز در بهار زندگی خود قرار دارد. در ادامه راه در منظومه شمسی به کره مریخ میرسیم. سالهای سال است که انسان در تلاش است که با تحقیقات و اکتشافات فضایی به اطلاعات بیشتری برای اثبات زندگی در روی کره مریخ دست یابد. بر اساس یک تئوری حیات در مریخ وجود داشته و بر اثر یک انفجار فضایی قسمتی از آن به سوی فضا پرتاب شده و به روی کره زمین جوان آن زمان جای گرفته و بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی زندگی به روی کره زمین از آن زمان ادامه یافته است. و به قولی همه انسان‌ها همسایه‌های مریخی محبوب دیروز به شمار می آیند. جوپیتر، غول منظومه شمسی با حجمی 1000 برابر زمین. این سیاره غول‌آسا مجموعی است از گازهای سنگین و مختلف که با گردش به دور خود موجب عظیمترین طوفان فضایی در منظومه شمسی می شود. با حلقه های جادویی پیرامون خود ما را به سوی خود می طلب و همچون جواهری در منظومه شمسی می درخشد. یارت ها یخ شناور کوچک و بزرگ و عظیم در هم می لولند و در اثر انقباض و انبساط منفجر می شوند و دوباره شکل می‌گیرد. خارج از منظومه شمسی، در این راه با شهاب‌ها، ابر اخترها، طوفان‌های فضایی، ستاره‌های نوترونی، پلسارها و امواج الکترومغناطیسی برخورد می‌کنیم. 40 بیلیون کیلومتر دور از کره زمین، گویی در اقیانوسی تاریک و عظیم پرتاب شده ایم. میلیاردها ستاره، بیلیاردها کیلومتر در انتظار ماست. تشعشعات مرگبار سنگی، انفجارهای عظیم، رقص بادهای فضایی، برخورد ستارگان، سیاه چالهای عظیم و هسته های کهکشانی فعال.
به پایان سفر خود به کائنات نزدیک می شویم. 130 تریلیارد کیلومتر دور از زمین در آن سوی بی نهایت. انفجار بزرگ که 13.5 میلیارد سال پیش رخ داد دوباره تکرار می شود. بزرگترین انفجار زمان و تاریخ، بزرگترین خلاقیت کائنات. با اینکه مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون هر یک برای خود تعریفی برای انفجار بزرگ دارند، اما هیچ یک تا به حال جوابی برای چرای بزرگ نیافتند. میلیون ها انسان آمدند و غرق در این خرافات، هیچ کمکی به انسانیت نکردند، هیچ کشفی نکردند. آقا جستجوگر کشف هم نبودند، به جهت اینکه آدم دینی همه چیز رو داره. ازش بپرسیم فوری جوابش میده بشه. ما از کجا آمدیم؟ ما از حکمت بالغه عرض کنم که خداوند تبارک و تعالی آمدیم. یه روز نشست گفت نور باشد، نور بود، خوشش آمد. بعد شروع که به خلق کردن، بعد آدم به گل آورد، گل درست کرد. خیلی اینم از آدم. خب ما اونجا برای چی توی دنیا هستیم؟ ما برای این هستیم که خداوند ما رو امتحان بکند که ببیند که ما جهنمی هستیم یا بهشتی هستیم، مثل که مریض خدا. خب کجا میریم؟ خب گفتم که وقتی که ما مردیم و از خاک شدیم و رفتیم و اینها، یک بوغی میزند اسرافیل، همه مرده ها بلند میشن. بعد میگن بیایید، یعنی میز گذاشته الله تبارک و تعالی اینجا خوش عملا رو میفرسته به بهشت و دونه به جهنم. پایان سفر به دنیای کائنات. سفری از دیروز به امروز تا ابدیت. سفری به گذشته برای رسیدن به آینده.